اگرچه انتخابات در هند با بی‌رغبتی مسلمانان در اکثر نقاط این کشور مواجه شده و این اقلیت پرجمعیت در هند امیدی برای پیروزی و فرستادن نمایندگان واقعی خود به پارلمان هند را ندارند، اما این مسئله در جامو و کشمیر به گونه دیگر رقم خورده و مردم این منطقه با حضوری پرشور به دنبال انتخابات نمایندگان واقعی خود به امید تغییر هستند. همکارم در گزارش خود این رخدار را در کشمیر مورد بررسی قرار داده که در ادامه با هم می‌بینیم. رای دهندگان در کشمیر هند از 13 تا 25 می به پای صندوق‌های رای می‌روند تا نمایندگان خود را در پارلمان هند انتخاب کنند. این بخشی از انتخابات عمومی جاری هند است که در اواخر آوریل آغاز شد و تا ژوئن ادامه دارد. این رای‌گیری تقریباً 5 سال پس از آن صورت می‌گیرد که دولت مودی اکثریت مسلمان کشمیر را از وضعیت نیمه خود مختار محروم کرد. گمان زنی‌ها حکایت از آن دارد که نامزدهای BJP در این منطقه شکست می‌خورند. ساکنان جامو و کشمیر معتقدند که انتخابات عمومی هند برای آنان مهم است، چرا که دولت مودی حقوقی که طبق قانون اساسی هند برای آنها تضمین شده بود را از آنان سلب نموده است. برخی از تحلیلگران سیاسی انتظار دارند که در انتخابات کشمیر شاهد حضور بی‌سابقه رای دهندگان باشند، چرا که شرایط در این منطقه از سال 2019 تغییر پیدا کرده است. ساکنان جامو و کشمیر انتظار دارند افرادی توانمند بتوانند رأی مردم را در این انتخابات به دست آورند که جرأت داشته باشند مودی و دیگر رهبران هندو را آشکارا به چالش بکشند. تحلیلگران سیاسی انتخابات سال 2024 در کشمیر را با انتخابات دوره‌های قبل متفاوت ارزیابی نمودند و اظهار داشتند که انتظارات بالایی از نتیجه این انتخابات به ویژه در میان جوانان وجود دارد که به دنبال نامزدهایی برای نمایندگی واقعی خود در پارلمان هند هستند. در گذشته عموم مردم کشمیر به انتخابات نگاه منفی داشتند و معتقد بودند که رای دادن و رای ندادن هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند. اما اکنون مردم کشمیر با حضور در انتخابات عزم تغییر نموده و متوجه شده اند که دیگر نمی توان به نامزدهای غیر واقعی دل خوش کرد. گفتنی است که جامو و کشمیر از زمان استقلال برخی از کشورهای این منطقه از سلطه بریتانیا در سال 1947 منطقه مورد مناقشه بین هند و پاکستان بوده و هر دو کشور قلمروی تحت کنترل خود تحت عنوان کشمیر را اداره می کنند و دو جنگ نیز بین این دو کشور بر سر کشمیر در گرفته است. در این مورد همراه هستیم با افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای افضل رضا، چرا علی‌رغم بی‌رغبتی و ناامیدی مسلمانان در هند در انتخابات پیش رو مردم جامو و کشمیر برای شرکت در انتخابات انگیزه و امید دارند؟ بنده نیز عرض سلام متقابل دارم خدمت شما همکار گرامی و همچنین بینندگان عزیز شبکه امام حسین. ببینید، بعد از تحریم شدن این انتخابات از سال 2019 که دوره دوم ناریندرا مودی نخست وزیر حزب افراطی BJP دوباره بر مسند قدرت نشست، این میتونه یک فرصت واسه جامعه مسلمانان هند به ویژه در منطقه کشمیر اشغالی باشه. بالاخره برای مسلمانان هند وضعیت فعلی این کشور با وجود بیش از 300 میلیون جمعیت مسلمان میشه گفت بدترین وضعیت دارن، ولی اگر بخوان مسائلشون خودشون رو بتونه در صحنه سیاسی حل بکنن این وضعیت از بدتر میرسه به بد. خب طبیعتاً یک آدم بخواد یه انتخاب رو بکنه از بد و بدتر بخواد یه گزینه داشته باشه، بد رو انتخاب میکنه. هرچند مسلمانایی هستن که نمایندگانی به عنوان نمایندگان مردم خودشون از مناطق مسلمان‌نشین مثل حیدرآباد که دیروز یا امروز اونجا رای گیری شد و اینا،
علارغم اینکه در پارلمان هند حضور داشتن، مورد عتاب، مورد هجمه و سرکوب نمایندگان حزب حاکم قرار می گرفتن. همیشه مورد اتهام قرار می گرفتن که مسلمان ها به اصطلاح باعث افرادگرایی می شن. هرچند دنیا به ویژه جهان اسلام شاهد افرادگری های نژاد برتر هندو در کشور هندوستان هستش. خب با این وضعیت مسلمانای کشمیر حتما به این نتیجه رسیدن که باید در کاردارهای انتخابی اجازه عرض اندام بیشتر به افراطیون داده نشه، حداقل در مناطقی که اکثریت متعلق به مسلمان ها هستش. در منطقه جامو و کشمیر اشغالی نیز به نظر میرسه دو حزبی که قراره در تی ائتلاف با حزب کنگره در انتخاب شرکت کنن، حزب کنگره مواضع نرمتر نسبت به افرادگرایان دیگه داشته در سابقه. هرچند زمانی که حرف از قدرت و به اجرای قانون باشه، حزب کنگره هم به کم و کاستی های رسیده در قبال مسلمانان، ولی در مقایسه با حزب افراطی بی جی پی میشه چشم انداز همکاری احزاب سیاسی در کشمیر با حزب کنگره رو کم روشن‌تر پیش بینی کرد. بله، متشکرم از شما افضل رضا، کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد.